قصر چلستون. قصر چلستون که بر روی یک تپه سنگی و سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن در سال 1796 میلادی و در جنوب غرب شهر کابل و در زمان سلطنت شاه زمان صدوزایی به عنوان مهمانخانه و به منظور پذیرایی از مهمانهای داخلی و خارجی حکومت ساخته شد. این قصر از زمان احداث خود شاهد رخدادهای مهم و تاریخی نیز بوده است و عموماً مکان ملاقات با سفرای خارجی و حاکمان خارجی با شاه و مقامهای حکومتی و همچنین مهمانهای خارجی مورد استفاده قرار می گرفت. گفته می شود که معاهده دیورند در زمان عبدالرحمن خان نیز در این قصر امضا شده است. این قصر زیبا و تاریخی چندین بار ویران و دوباره بازسازی شده است. اولین بار در دوران عبدالرحمن خان بازسازی شد و بعدها در دوران حبیب الله خان و ظاهرشاه دوباره بازسازی و توسعه یافت. قصر چلستون دارای دو باغ داخلی و خارجی می باشد. مساحت باغ خارجی در حدود 30 هکتار می رسد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی چلستون و از طرف جنوب به نه برجه و از طرف شرق کوهمنار و از طرف غرب به دارالامان متصل می باشد. این باغ در دورانهای مختلف با 4 نام متفاوت نیز یاد می شده است. از جمله قصر جهان‌نما، هندکی، باغ رستم و آخر نام آن هم که فعلاً به همین نام بین مردم شناخته شده است و مشهور می باشد، قصر چلستون است. این قصر در مدت 3.5 سال با کمک بنیاد آقا خان دوباره بازسازی شد و اکنون همه روزه و بخصوص در روزهای تعطیل بر روی بازدید کنندگان و مردم باز است و عموماً به مکان دیدنی و تفریحی مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.